سلام دوستان، اگر شما هم به ماینینگ علاقه‌مندین، حتما همیشه این سوال براتون پیش میاد که هر دستگاه ماینر، کارت گرافیک یا CPU چقدر میتونه در روز درآمد داشته باشه. تو ویدیو امروز میخوایم به این سوال ها پاسخ بدیم، پس با من همراه باشین در تکنوباز. از لینکی که براتون توی قسمت دیسکریپشن قرار دادم وارد وبسایت NiceHash قسمت ماشین حسابش میشیم. اینجا دو قسمت مهم داریم، یه قسمت که اوتو دیتکشن هستش. تو این قسمت میتونیم با کلیک کردن روی این گزینه و دانلود یک فایل اجرایی و اجرای اون خیلی سریع متوجه بشیم که دستگاهی که باش وارد وبسایت شدیم چقدر قدرت استخراج داره. سی پی یو رو تشخیص میده، کارت گرافیک رو تشخیص میده و اگر نخواستیم میتونیم هر کدومش رو حذف بکنیم، اگر نه جفتش رو با هم محاسبه میکنه. روی شو ارنینگ بزنید. اینجا میگه که اگر با این کامپیوتر ماین کنیم به نرخ یورو و نرخ برق 10 سنت در ازای هر کیلووات ساعت با نرخ امروز بیت کوین به ما 3.79 یورو درآمد میده. اینجا هم میتونین الگوریتم هایی رو که استفاده میکنه برای ماینینگ ببینه. معمولا ما میخوایم میزان عملکرد هر قطعه رو جداگانه حساب بکنیم و اونها رو بتونیم با هم مقایسه بکنیم. خب وارد این قسمت بشین. اینجا واحد پول مورد نظرتون رو انتخاب کنین که معمولا از یورو یا دلار استفاده میشه. اینجا نرخ برقتون رو وارد بکنین. اگر برقتون رایگان کافی صفر بذارین، اگر نه میتونین هر عددی که برای شما در نظر گرفته میشه، مثلا من نرخ 10 سنت رو در ازای هر کیلووات ساعت وارد میکنم. اینجا میتونید لیست سی پی یو ها، کارت های گرافیک و دستگاه های ماینر رو ببینید. خب برای مثال ما کارت قدرتمند 1070 Ti که البته قدیمی هستش رو انتخاب میکنیم. ببینیم که توی جدولی که به ما نشون داده میزان استخراج در روز رو نشون میده، میزان برق مصرفیش رو در هر روز و مانده قابل پرداختش و همینطور برای مدت یک هفته یا یک ماه، که همینطور که توی این جدول میبینیم با نرخ امروز بیت کوین یعنی هولوش 47,000 یورو روزانه این کارت میتونه برای شما 1.68 یورو و ماهانه حدود 56 یورو بیت کوین به دست بیاره، که البته این نرخ میتونه متغیر باشه بسته به نرخ روز بیت کوین. و اینجا هم به شما الگوریتم هایی رو که استفاده میکنه برای ماین کردن با این کارت رو نشون میده و همینطور که میبینین برق مصرفی حدود 130 وات تا 135 وات در هر ساعت هستش. به کارت جدیدتر مثل 3060 Ti رو بررسی میکنیم. با این کارت همونطور که میبینین بعد از کسر هزینه برق 116 یورو در ماه درآمد خواهید داشت. حالا اگر پول برق رو صفر در نظر بگیریم، این عدد به 124 یورو 48 سنت افزایش پیدا میکنه و میزان برق مصرفی برای تمام الگوریتم ها با این کارت گرافیک 115 وات هستش. اگر هم تعداد زیادی کارت گرافیک دارین یا یه دونه ریگ ماینر دارین، میتونین اینجا تعداد کارت گرافیکتون رو بیشتر کنین و بعد محاسبه کنین که ریگ شما با مجموع کارت گرافیک هایی که داره چقدر ماین میکنه. مثلا توی این ریگ که 8 کارت گرافیک داره، 8 تا کارت گرافیک 3060 Ti داره، ببینین که روزانه 29 یورو 64 سنت و ماهانه 985 یورو تقریبا ماین میکنه.
اگر دستگاه ماینر دارین میتونین همینجا اون رو هم محاسبه کنیم، مثلا مثل دستگاه SNI یا حتی CPU. البته CPU ها معمولا بازده خوبی ندارن و برای ماین استفاده نمیشن. همینطور اینجا میتونیم از این جدول مقایسه‌ای استفاده بکنیم و ببینیم که موقع خرید یه دستگاه ماینر یا کارت گرافیک برای ماینینگ کدوم دستگاه مناسب تره. برای مثال من یه کارت 1080 Ti و یه کارت 3070 رو مقایسه میکنم. همینطور که میبینین کارت قدیمی 2.86 یورو درآمد داره و کارت جدید 3.79 یورو. یا میتونم این یکی رو بزنم 3060 Ti و ببینم تفاوتش با یادن 3070 چقدر. همینطور که میبینین تقریبا یک درآمد دارم، با اینکه کارت 3060 Ti خیلی ارزون تر از 3070 و مصرف برقشون هم کارت 3070 فقط 5 وات بیشتر از کارت 3060 Ti. خب امیدوارم با این راهنمایی ها بتونین قطعات مورد نیازتون رو بهتر انتخاب بکنین. تو ویدیوهای بعدی نحوه ماین کردن با نایس هش رو بهتون آموزش میدم. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. سوالاتتون رو تو کامنت ها بپرسین. موفق باشین.